بله. و در این لحظات برنامه هم مهمان دار هسته. مهمان خیلی عزیز و گرامی روی خط اسکایپ با ما هستن آقای لطیف محمود، رئیس مرکز رسانه های حکومت، و در رابطه با قانون حق دسترسی به اطلاعات میخواییم همراهشان صحبت بکنیم که امروز هم 28 ماه سپتامبر برابر است به 6 میزان روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات. ببینیم که تا چه اندازه قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان مورد توجه قرار گرفته و وضعیت رسانه های افغانستان در مقایسه با رسانه های کشورهای همسایه چگونه هست. آقای محمود سلام، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح زندگی. سلام و صبح شما بخیر، همچنان سلام دارم به بیننده های خوب تلویزیون وزین آریانا و بخصوص برنامه صبح زندگی. سلامت باشین، ما هم بسیار خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. ابتدا میخواییم که در رابطه با قانون حق دسترسی به اطلاعات بر ما معلومات بتین که در قانون اساسی کشور چگونه بیان شده؟ تشکر، اجازه بفرمایید که ما با مقدمه وارد این بحث شم تا زمینه شما برای طرح مسائل در این برنامه. از آنجایی که شما مستحضر هستین، آزادی بیان یکی از دستاوردهای مشترک حکومت و مردم افغانستان در 19 سال پسین است. اگر ما آزادی بیان در سه بستر نگاه کنیم، تا 100 سال پسین در بستر امانی که در واقع نهضت امانی این بحثا تازه مطرح شد، خیلی تازگی داشت در قانون اساسی اول افغانستان که در 1301 مطرح شد. در مرحله دوم آزادی های فردی و سیاسی و آزادی مطبوعات در دهه دموکراسی که در 1343 مطرح شد، در اون زمان بیشتر از گذشته بهش توجه شد، ولی از سال 2001 بدین سو ما شاهد رشد و بالندگی در رسانه ها سر رسانه افغانستان، همونطور که جناب شما اشاره فرمودین، نه تنها در افغانستان بل در منطقه از جایگاه و وجاهت بلند برخوردار است. از این نکته نمیشه اغماز کرد. قانون حق دسترسی به اطلاعات یکی از قوانین خوب در افغانستان است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد به اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات است. دو نکته باید بینش تمیز و تفکیک قائل شد، یکی اطلاع رسانی است و دیگر دسترسی به اطلاعات. اطلاع رسانی بر بنیاد احکام قانون، خصوصا قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون رسانه مدنی و قانون دسترسی به اطلاعات مکلفیت دولت هاست. بر بنیاد فقره 3 ماده 50 اطلاع رسانی مکلفیت دولت است. تمام نهادهای مرکزی و محلی مکلف به اطلاع رسانی در چارچوب احکام قانون است و دسترسی به اطلاعات از حقوق بنیادین شهروندان و شخصیت های حقیقی و حقوقی در یک کشور است. خوشبختانه تا 19 سال پسیم با وجود رسانه ها متعدد در افغانستان، چی در حوزه دیداری، شنیداری و سمعی یا مطبوعات چاپی، ما دستاوردهای کلان را داریم که خوشبختانه امروز هم من با تلویزیون وزین آریانا صحبت میکنم که شما هم یکی از دستاوردهای بزرگ برای مردم افغانستان هستید. بسیار تشکر. حالا میخواییم که در رابطه با بعض چالش هایی که رسانه های ما در کشور مواجه هستن صحبت بکنین و بویژه در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات که رسانه ها چقدر با چالش روبرو میشن؟ خب در سطح تعهد و در سطح کل، در سطح کلان کشور که بحث تعهد به آزادی بیان، گردش اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، آزادی رسانه هاست، یک تعهد کاملا واضح وجود داره. حکومت افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، اطلاع رسانی، جامعه کسبگرا و پلورالیسم را به عنوان اصول اساسی یک نظام دموکراتیک میدانه. اطلاع رسانی در اکسیژن دموکراسی میدانیم و از تمام شاخص هایی که یاد کردیم ما با صراحت حمایت کردیم و حمایت میکنیم. اما بدون تردید در هر جایی که کار است اونجا چالش های هم است. شاید در موارد در سطوح تکنیکی و سطوح پایین موارد باشه که غفلت وظیفه‌ای باشه، کوتاهی هایی باشه که ما او را هم از جانب خود شناسایی میکنیم در امر اطلاع رسانی و هم رسانه های محترم با انتقادات سازندهشان ما را آسیب شناسی میکنند و هم نهادهای حامی رسانه ها پیوسته با ما همکار است و ما در چارچوب همکاری نزدیک با نهادهای حامی رسانه ها کار میکنیم تا چالش های خرد و کوچکی که فرارای این ارزش با
بنیادین بشری است او را برداریم و ما گام های تعیین کننده در یاستا برداریم. بسیار خوب، با در نظر داشت برخی از چالش های عمده که در قسمت رسانه ها در افغانستان وجود داره، آینده رسانه ها را در کشور شما چگونه میبینید؟ از آن جایی که تا این دم ما شاهد رشد فزاینده و رشد معنادار و محتوایی در امر مطبوعات و رسانه ها در کشور هستیم و این دستاورد مشترک در این روز که روز اطلاع رسانی است برای شما مبارک میگم، محصول تلاش های حکومت افغانستان، محصول فضاسازی از جانب حکومت افغانستان، محصول تلاش های نهادهای جامعه مدنی و نهادهای عامی رسانه ها، محصول تلاش های شما خبرنگاران معظم و گردانندگان خوب ما و در مجموع کارکنان حوزه رسانه‌ای در افغانستان و مسئول تلاش های مردم افغانستان است. این روز یک روز مبارک است، مشترکاً در راستای سیانت و حراست از این ارزش بشری ما شما گام برمیداریم و تعهد میکنیم که مشترکاً این دستاورد را تقویت بکنیم و در راستای استقلا و غنامندی هرچی بیشتر آن از هر تلاشی که در هر حوزه صورت میگیره حمایت کنیم. بسیار عالی، با در نظر داشت صحبت‌های خوبی که شما داشتین در رابطه با دستاوردهای رسانه‌ها به خصوص در چند سال اخیر در افغانستان، آیا حکومت هم تصمیم دارد تا سهولت‌های بیشتر که بر آزادی بیشتر رسانه‌ها ایجاد بکنه در نظر داره یا خیر؟ قطعاً آزادی به اساس احکام قانون کاملاً در افغانستان تعریف شده در ماده 24 قانون اساسی، در ماده 34 قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات که یکی از قوانین بسیار خوب در سطح منطقه است. آزادی ها با رعایت مصالح اولیای کشور و احوال شخصیه و برخی از ممنوعیت هایی که در قانون دسترسی به اطلاعات به اون عنوان طبقه بندی اطلاعات مطرح شده کاملا تعریف شده و مکلفیت حکومت این است که ما فضای موجود را حمایت بکنیم، فضای موجود را بیشتر زمینه بدیم. آزادی بیان به عنوان یک ارزشی که ما بهش باور داریم، یک ارزش بشری حمایت بکنیم. از طرف شما میدونیم که اداره ارتباطات همه با استراتژیک ریاست جمهوری با دیدگاه کلان که در این راستا داره و مرکز اطلاعات رسانه حکومت به عنوان مرکز تسهیل گردش اطلاعات و مرکز دسترسی به اطلاعات و مرکزی که در حقیقت با تمام رسانه ها کار میکنه، استقامت مهمش، استقامت دومش با تمام سخنگوی حکومت افغانستان کار میکنه. به منطق این که یک چارچوب منطقی و مبتنی بر قانون را، چارچوب همکاری را شکل بدیم، تقویت بکنیم و در این راستا گام هایی را برداریم که این ارزش را مشترکاً به سوی اون اهداف بلند بشری که در اسناد بین‌المللی و در اسناد ملی مطرح شده جهت بدیم. یک دنیا تشکر میکنم از حضور شما در برنامه صبح و زندگی آقای لطیف محمود، رئیس مرکز رسانه های حکومت. و حالا مگر پیام گفتنی از شما باقی مانده باشد در رابطه بر روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات، خیلی کوتاه از شما میشنویم. این روز برای همه مبارک است. این روز روز بسیار مهم برای شفافیت در افغانستان است. این روز برای مردم افغانستان یک روز بسیار مهم است. حکومت افغانستان دستاوردهای کلان داره. با تلاش‌هایی که ما انجام دادیم با مردم افغانستان جایگاه آزادی بیان در منطقه بی‌نظیر ساختیم. با شما هم کارا از نزدیک کار میکنیم. تشکر میکنم از تلویزیون وزین آریانا و از همکاران بسیار خوب ما در آریانا که ما با هم 15 سال کار کردیم. از شخص جناب شما دکتر سید تشکر میکنم که با این برنامه خوبتان همیشه در راستای روشنگری گام های اساسی برداشتین و ما یک بار دیگه تعهد میکنیم که اطلاع رسانی مکلفیت دولت افغانستان است. دسترسی به اطلاعات حق مردم افغانستان و گردش اطلاعات میتونه در واقع زمینه های سوی تفاهم را برداره، شفافیت را تأمین بکنه و حکومت داری خوب را و پلورالیسم را معنا بده. ما در خدمت شما هستیم و هر از گاهی که شما بخواید اطلاع رسانی به عنوان مکلفیت ما و ما در خدمت همه مردم افغانستان هستیم. خیلی ممنون، سلامت باشین، اوقات خوب و خوش برتان میخوایم، خدا نگهدار.
سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.